به نام خالق هستی. درود و سلامی دوباره خدمت شما دوستان و همراهان عزیز موسس با بخش دوم پست بایدها و نبایدهای گیاهان در فصل تابستان با هم همراه هستید. دوستان عزیز تو این بخش قرار شد که یه سری توضیحات دیگر رو بگم که با هم همراه باشید که این توضیحات رو توی ادامه پست بهتون بگم. موسس تقدیم میکند. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. دوستان عزیز همونطوری که میدونید الان ما یه سری کودیاری ها و کارهای دیگر رو انجام دادیم که از تنش های خشکی و آبیاری زیاد جلوگیری میکنه و گیاه حالت گرمازدگی به خودش نمیگیره. اما الان میخواییم چی کار کنیم؟ الان میخواییم برای گیاهانمون شید درست کنیم و یه سری لوازم رو استفاده نکنیم که گیاهانمون رو دچار قارچ و آفت کنه. اون لوازم هم یه سری لوازمی هست که توی بازار پیدا میشه و حالا فیک و تقلبیش هست و اصل و اورجینالش هم هست که میتونید هر کدوم رو تهیه کنید. اما خب من خودم محصولات خودم رو ترجیح میدم و استفاده میکنم و اونها رو به شما معرفی میکنم. ولی خب یه سری محصولات هستن که دوستان استفاده میکنن. آبیاری اتوماتیک هست. این آبیاری اتوماتیک ها که توی بازار هستن این فرق رو برای گیاه احساس نمی کنن که چه زمانی گیاه نیاز به آبیاری داره و چه زمانی بستر گیاه خشک است که آبیاری انجام بشه. اینا مداما خاک رو خیس نگه میدارن و باعث جذب انواع آفات ها میشه، مخصوصا پشه سیاه که بعد از اون گیاه رو قارچی میکنه و میتونه شپشک های آردالود، حالا کنه های تارنکبوتی با بر اثر گرد و خاک که روی گیاه میشینه و سفید بالک ها، اذاب ها و غیره رو برای گیاهتون جذب کنه، به خاطر اینکه این فقط بستر گیاه رو خیس نگه میداره، نه اینکه دقت کنه که چه زمانی گیاه نیاز به آبیاری داره یا اینکه گیاه نیاز به آبیاری نداره و این رو متوقف کنه و مدام فقط خاک رو خیس نگه داره. اما دستگاهی که ما داریم سنسور آبیاری هوشمند هست و دستگاه آبیاری هوشمند هست که میتونید استفاده کنید که آبیاری هوشمند هر وقتی که گیاهتون نیاز به آبیاری داشته باشه شروع به آبیاری گیاهانتون میکنه، نه اینکه همیشه خاک رو خیس نگه داره. یعنی وقتی گیاه خاکش خوش شد و احساس کرد که ریشه نیاز به آبیاری داره این دستگاه شروع به آبیاری میکنه، نه اینکه مثلا همیشه خاک خیس باشه به خاطر اینکه اون دستگاه تشخیص نمیده. پس این رو در ذهن داشته باشید و اینکه سنسور هم هست که میتونید توی خاک بزنید و هر وقتی که خاک خیس بود آبیاری نکنید و هر وقتی هم که خاک خوش بود این سنسور تشخیص میده و به شما میگه که آبیاری کنید یا نکنید. خب این سری وسایل هم الان براتون توضیح دادم و بریم برای قسمت بعدی که گفتم به صورت فیزیکی میتونیم یه سری کارها رو برای گیاهانمون انجام بدیم. اونم اینه که فضا رو خنک نگهداری کنیم و اینکه از آفتاب مستقیم سوزناک تابستون جلوگیری کنیم. میتونید شیت بندازید، میتونید پارچه بندازید و از تابش آفتاب مستقیم به گیاهانتون جلوگیری کنید. این خیلی کمک میکنه. یا اینکه یه دستگاه بخور سرد داشته باشید یا یه آبنما داشته باشید به غیر از شید و اون سایه که نیاز دارید برای اینکه گیاهانتون مستقیم آفتاب نخورن. دوستان عزیز دقت داشته باشید شیدی که دارید اون حالت سایه‌ای که ایجاد میکنید نور رو کامل از بین نبره، چون همون باعث میشه که گیاه دوباره شاد بشه. یه حالتی باشه که آفتاب مستقیم به گیاهتون نخوره، یه حالت نیم سایه ایجاد کنه که این خیلی کمک میکنه. و داشتم میگفتم اگه آبنما داشته باشید یا بخور سرد داشته باشید یا یه وسیله دیگه که رطوبت رو ببره بالا، حالا بخواید مهپاشی کنید یا دستگاه مهپاش ما رو تهیه کنید که اونم یه پست دیگه واسش میذاریم و توضیح میدیم براتون، اونا کمک میکنن که رطوبت فضا بره بالاتر، چون تابستون ها و زمستون ها کلا رطوبت فضا میاد پایین به خاطر حالا گرمای سرمای شوکای دمای دیگه. اینا باعث میشه که رطوبت بیاد پایین و فضاتون یه حالت بدی بگیره که گیاهانتون یا خشک بشن یا به خاطر همون افت رطوبت و افزایش افت دما یه سری شوکای به گیاه وارد بشه که اینا هم خیلی کمک میکنه. پس فضاتون رو خنک و مرطوب نگهداری کنید، مخصوصا گیاهان آپارتمانی که از نور مستقیم بیزار هستن. یعنی کلا اکثر گیاهان آپارتمانی با نور مستقیم مشکل دارن مگه اینکه با این فضا آداپته شده باشن. حالا یه گیاه گندمی که شما دارید توی فضای نیم سایه باشه اون میتونه دووم بیاره توی فضای نیم سایه، اما اگه مستقیم بیارید زیر نور آفتاب مستقیم خراب میشه. این طبیعی است، برای همه گیاهان به این صورت است. یعنی الان من گیاهی دارم که با نور مستقیم الان روش کرده و اگه ببرنش توی نیم سایه شوک میخوره بهش و کلا برگ‌ها ضعیف میشن چون به اون حالت نور زیاد عادت داشته. و این حالت ها برای همه گیاهان که براتون توی کپشن مینویسم چه سری گیاهانی هستن که به نور مستقیم و غیر مستقیم حالا حساسیت دارن، من یه سریاشونو میگم، شما هم کمکم کنید که بیشتر بشن توی کامنت ها بیشتر راجع بهشون بحث کنیم و دایره گیاهانی که شما دارید رو بیشتر راجع بهشون توضیح بدیم به خاطر همین نور و این مشکل حالا نور مستقیم و غیر مستقیم اینه که آداپته نمیشه. خیلی از گیاهان اصلا با نور مستقیم و غیر مستقیم آداپته نمیشن، یعنی شرایطشون باید ثابت باشه و خیلی حساسن. حالا گیاهانی مثل برگ بیلی، حسن یوسف،
گندمی گیاهانی که نگهداریشون خیلی راحت‌تره میتونید آداپتشون کنید با یه محیط پرنورتر یا محیط کم‌نورتر، که این هم باعث میشه که سایز برگشون، رنگشون، حالتشون متفاوت باشه از هم دیگه. یعنی شما اگر یک گیاه برگ بیدی رو توی نیم سایه نگه داشته باشید، بیارید کنار، گیاه برگ بیدی که توی نور کامل نگهداری شده باشه نگهداری کنید، کاملا مشخصه که اون گیاهی که توی نور کامل بوده خیلی قبراق و خوشگل‌تر و خوشرنگ‌تر هست و اونی که توی نور کمتری بوده خیلی حالت کوچیک‌تر و ضعیف‌تری نشون میده. ولی خب این نشون دهنده نیست که اون گیاه هم سالم نیست، ولی خب اون یه فرق جزئی داره، اونم به خاطر فتوسنتز. مستندات زیادی راجع به گیاهان گذاشتیم که یکی از مستنداتی که میتونید ببینید سفر به اعماق گیاهان است، که خیلی سفر جالبی است که با هم همراه باشید اونجا، که بریم یه سفری به اعماق گیاهان هم داشته باشیم و این پست رو کم کم تماشا کنیم. فکر کنم تا اینجا توضیحات کاملی رو داده باشم، ولی خب توضیحات بیشتری یادم میاد و توی کپشن براتون مینویسم و شما هم کمکم کنید توی کامنت ها سوال بپرسید که بتونید توضیحات بیشتری بدید. خیلی ممنونم از لطف و انرژی مثبتتون. یادتون نره این پست رو برای دوستتون بفرستید، چون نیازش داره و دوست داره که گیاهانی سرحال و سلامت باشن روی بول خودتون. خیلی ممنون. آن راستی اگه اد استوری کنی خیلی ممنون میشم و منم مستقیم اد استوری میکنم. مرسی، خدا نگهدار. یادت نره لایک کنیم. برنگم و سبز کن جهانت را، به سبزی آن ببین تراوت را.